برگشتیم به ادامه برنامه گلبانگ. در این بخش هم مهمان داریم. مهمان ما کی است تمین جان؟ در این بخش مهمان ما آقای دستگیر عثمانی ما نظری. دستگیر نظری با معذرت، معاون سخنگوی وزارت صحت افغانستان. و شما میدانید که موج سوم ویروس کرونا خطرناکتر است و ما میخواهیم همیشه که تازه ترین معلومات را بر شما بدیم. خیلی خوش آمدین عثمان صاحب. تشکر. صبح اون صبح شما بخیر. ما اول تا ازم میخوایم امروز ظاهرن که روز خوبی برای من نیستم. ما ساعت 8 بجه قرار بود که به برنامه باشم، همراه شمس و من کرده بودیم. در اول صبح گازه ترافیکی اتفاق افتاد، دروازه تلویزیون شما ما را اجازه ندادن که ما شخصات موتر نیستم. خوب شد که سیوبم شد که ما دستگیر نظری سخنگوی دستگیر نظری بله نظری صاحب اتر یگه پس که یگان وقت ما بخاطر که سگمنت کودک کار بود و تا گریه کردیم و مود ما بخی کاملا دیگه بود. بسیار زیاد ببخشید. بیاین تازه ترین خبرها از کرونا چی است؟ متاسفانه که در او قسمت خبرهای خوشی وجود نداره. تعداد واقعات ما هنوز رو به افزایش است. کمبود اکسیژن هنوز متاسفانه یکی از بزرگترین چالش ها برای دولت افغانستان و سکتور صحت عمومی افغانستان هست. متاسفانه که با وجود تمام واقعاتی که زیاد هست و ترس و وحشتی که بین یک قشر از جامعه با وجود آمده، متاسفانه یک قسمت عظیمی از جامعه را میبینیم که هنوز هم بنابر هر دلیلی که هست کرونا را جدی نمیگیره. ماسک نمی پوشند، فاصله را مراعات نمی کنند، در بازارها بسیار بی‌باکانه می گردند و این یکی از بزرگترین نگرانی سکتور صحت عمومی افغانستان هست که می تانه ما را به چالش بسیار جدی بکشه و او خدای نکرده شکنندگی در سکتور صحت عمومی افغانستان هست. ما همیشه یک چیزی را که تکرار می کنم و این است که سکتور صحت عمومی افغانستان بهتر و مستحکمتر از سکتور صحت عمومی امریکا، اسپانیا و حتی نزدیکترین کشور ما که تقریبا میشه گفت قبله صحت حداقل مردم افغانستان هست، هندوستان نیست. وقتی او کشورها با او ظرفیت ها با او توانایی ها به زانو در آمدن و یک درهم و برهمی را در سکتور صحتشون دیدیم، اگر همکاری جامعه با ما نباشه ما شاید همچون یک روز خواهیم بود. اینه من نمیخوام مردم رو بترسانم، ولی یک واقعیت عینی است که باید مردم آگاه باشن و در قسمت با خانواده و با خود کمک بکنن تا جلوگیری بکنن از مصاب شدنشان به کرونا. بدون شک. بله. آقای دستگیر نظری، بس‌های شهری را موقتا متوقف ساختین، چقدر همکار هستن آنها با شما؟ آیا اونا همکاری میکنن در این بخش با شما؟ خوشبختانه که در موج سوم کرونا از درسایی که از موج اول و موج دوم آموختیم، همکاری بین سکتوری در سکتورهای مختلف حکومت افغانستان به مراتب بهتر است نسبت به موج اول و دوم. وزارت صحت عمومی افغانستان در رأس تمام کارها و با هماهنگی با وزارت‌های زیردخل کارهای خود پیش می‌برد. ما بر اساس پیشنهادی که داده بودیم شاروالی کابل و تمام شاروالی ها و بخش ترافیک کابل و ولایت های افغانستان در قسمت متوقف ساختن بس های شهری با ما کمک کردن. واقعا نظارت بسیار جدی دارن. همه روزه نه تنها از موضوع ترانسپورت های شهری بلکه از تمام محدودیت هایی را که ما وضع کردیم با جدیت تمام نظارت میکنن. حتی کوچکترین شکایتی که برای ما میرسه با آنکه وزارت صحت عمومی مسئولیت نظارت از او را نداره، ولی به هر صورت چون مردم توقع دارن برای ما میرسه، به محض رسیدن این موضوع ما هم را با ادارات زیربط شریک بسازیم. در ظرف کمتر از یک ساعت یا یک نیم ساعت سر از او در واقعیت یک تیم میرن نظارت میکنن و او را مسئول میسازن. ولی متاسفانه که باز هم جامعه همکار نیست. مثلا سالن های عروسی را گفتن بند کنین. ما دیشب که از ولایت های افغانستان برای ما یک عکس را روان کرده بودن که بیرون تالار های عروسی برقا خاموش هستن و داخل عروسی خود میگیرن. تشکر میکنم از شاروالی کابل، دیشب به مدر رسیدن او پیام ما برشون فاروارد کردم
یک ساعت بعد برای ما پیام روان کردند که تیمشان با عکس اوجا رفته بودند و او محفل متوقف ساخته بودند و تو سالون را بند کردند. ما موضوعی را که بسیار واضح میخواهیم برای همتان خود بگویم، اگر شما شادی خانواده و اعضای خانواده خود میخواهید، با گرفتن عروسی در این مقطع از زمان مطمئن باشین که حداقل باعث مرگ 10 الی 15 نفر در یک عروسی میشین، به خاطر اینکه در عروسی ها معمولا کسایی که سنای بالاتر هم دارن میان، بعد مادر کلان بنابر شما احساس خوشی که دارن نسبت به فرزند خود میخواهند که در محفل خوشیشان اشتراک بکنن و او اشتراکشان میتونه باعث شه هلاکتشون شه. به این دلیل بین که خود ناظر خود باشیم، جامعه خود باید نظارت بکنه از روند، نه ای که دولت به تنهایی باشه و نظارت بکنه. به این دلیل نیاز برای سه که مردم ما با ما همکار باشن تا بتانیم به خوبی موج سوم کرونا را سپری کنیم. نظری چپ آقای وحید مجرو در یک خبرنامه گفت که حالا موج سوم ویروس کرونا به تمام ولایت رفته، یعنی به تمام ولایت رفته و نگرانی هاشون گفتن از وزارت صحت. میخوایم مشخصا بدونم که ما با کمبود اکسیژن و کمبود بسترها مواجه هستیم، مشخصا کدام شفاخانه ها کمبود اکسیژن و تولید اکسیژن دارن و کدام شفاخانه ها را شما مد نظر گرفتین تا افزایش بدین کمبود اکسیژن را؟ خب خوشبختانه که در کابل در 4 شفاخانه کوید 19 که ما داریم، خوشبختانه در هر 4 شفاخانه دستگاه تولید اکسیژن را ما داریم که از سیستم مرکزی اکسیژن روان برای مریضا در وقت میرسه. در ولایت افغانستان، ولایت های چون غزنی، ولایت های چون بلخ، هرات، سرپل، جوزجان، فاریاب، جمله ولایت های هستند که یا اکسیژن پلانت هایشان نصب شده یا در پروسه نصب شدن هستند. در کنار از این کاری را که ما انجام دادیم، به شکل زونوار کوشش کردیم که نیاز اکسیژن را به هر شکل ممکن مرفوع سازیم. به طور مثال در حوزه شمال افغانستان، بنابر اون توافقی که دو تجار خیر ما با شرکت های تولید اکسیژن در ازبکستان دارن، روزانه بین 300 تا 500 بالون را از وزارت صحت عامه میگیرن، او را پر میکنن، دوباره پس داخل افغانستان انتقال میدن که حداقل در جریان یک هفته اضافه تر از 1200 بالون را آوردن. وقتی 1200 بالون به ولایت مزار میرسه، تنها برای بلخ استفاده نمیشه، برای تمام حوزه های شمال تقسیم میشه استفاده میشه. همون قسم تولید اکسیژنی که در حوزه هست، همو و تا شکل عادلانش برای تمام ولایت ها میشه. در کنار از او کار را که وزارت صحت عامه انجام داده، خوشبختانه از موج اول و موج دوم ما به اندازه کافی چیزی به نام اکسیژن کانسنتراتور داریم. او در واقع دستگاه کوچک تولید اکسیژن است که به ظرفیت های 5 لیتر، 10 لیتر و 15 لیتر اکسیژن را تولید میکنه و در کنار تخت مریض مانده میشه. با تمام شفاخانه ها 34 ولایت افغانستان ما یارا فرستادیم. همون قسم موضوعی که در ولایت جنوب غرب افغانستان است، ما بر اساس توافقی که بین ریاست صحت عامه ولایت هرات و ریاست صحت عامه استان مشهد صورت گرفته، هر هفته دو تانکر اکسیژن برای او حوزه میرسه که هر تانکر حدوداً 200 تا 250 بالون را میتونه پر بکنه و او برای حوزه جنوب غرب میتونه ولایت های فراب، غور، بادغیس، نیمروز را کمک بکنه در قسمت توزیع اکسیژن. تدارک اکسیژن 3800 بالون از ایران، دیروز 900 بالون خوشبختانه که داخل افغانستان شد و او به ولایت های مرکزی افغانستان، ولایت های که نیاز دارن برای از اون اکسیژن میرسه. از پاکستان ما چیز در حدود 500 بالون اکسیژن را دریافت کرده بودیم. همون قسم این تلاش ها جریان داره تا ما به هر شکل ممکن بتونیم بحران اکسیژن را مدیریت بکنیم. 10 دستگاه تولید اکسیژن کلان که میتونه یک شفاخانه 60 بستر را اکسیژن بده، از ترکیه در حال تدارک از او هستیم که او را انتقال بدیم زودتر برن. ولی ما باز میخوایم تکرار بکنم، اگر در هر ولایت افغانستان 2 تا 3 دستگاه تولید اکسیژن ما داشته باشیم، با بی‌تفاوتی که فعلا در جامعه جریان داره، ما باز هم با کمبود اکسیژن مواجه میشیم. دقیقاً یک مریض کرونا حداقل در یک دقیقه بین 10 تا 15 لیتر اکسیژن ضرورت داره و افغانستان، سکتور صحت عامه افغانستان نمیتونه برای 35 میلیون نفوس اکسیژن را تهیه کنه. بنابراین نیاز برای است که ما متوجه اساسیت موضوع شویم و ببینیم که با این مشکلی که در کشور وجود داره چه قسم میتونیم کمک بکنیم، یا ای که با بی‌تفاوتی تمام در جامعه بگردیم، خودم حساب بسازیم و در نهایت به دلیل نبود اکسیژن جان خود از دست بدیم، و یا ای که با سکتور صحت عامه همکار باشیم و خود ناظر خود باشیم و خود و خانواده خود از هلاکت نجات بدیم. آقای دستگیر،
مردم گلایه دارن از افزایش اکسیژن، از قیمت افزایش اکسیژن. کنترل افزایش اکسیژن چقدر هست در بازار؟ چون بازار آزاد هست، هر کس میتونه مثلا خریداری کنه. یک اکسیژن از 400 افغانی به 1600 افغانی رسیده. متاسفانه یکی از مشکلاتی که وجود داره، چیزی که واقعیت وجود داره، حتی گزارش های میرسه که بعد قیمت های 10,000 و 15,000 و 20,000 حتی با 3,000 افغانی هم یک بالون فروخته شده، اکسیژن فروخته شده. استثناءات وجود داره 100%، ولی این لحظه که من صحبت میکنم با اکثریت شرکت های اکسیژن و زرس اتمه و قیمت 600 افغانی 500 یا 600 افغانی فی بالون قرارداد داره و ما در همه قیمت اکسیژن را میگیریم. متاسفانه قسم که گفتین، چون دلیل بازار آزاد است، یک تعداد مردم از این موقع استفاده میکنن و اکسیژن قیمت تر میفروشن و در کنار از یک متاسفانه یک تعداد به نام مریض میرن به دروازه فابریکه اکسیژن، بالون اکسیژن میگیرن و باز میرن اون رو بازرسیا میکنن. اینا لک باز برمیگردن. آیا سکتور امنیت ملی ما میتونه با پشت سر هر شهروند یک عسکر امنیت ملی باشه که بیا نظارت بکنه که او احتکار نکنه؟ یک چیز ناممکن است. با وجود از اینکه امنیت ملی کاملا در این قسمت با ما همکار است، تمام فابریکای اکسیژن را از نزدیک نظارت میکنن، حتی حداقل در جریان دو روز گذشته در هر فابریکه بیرون هر فابریکه اکسیژن یک موتر امنیت ملی به خاطر نظارت از موضوع از اینکه اکسیژن به کیت سپلای میشه اوجا استفاده هستن. ولی این چیز ناممکن است. امنیت ملی افغانستان، ارگان های امنیتی ما نمیتونن پشت سر هر شهروند یک عسکر متوقف سازن که او اکسیژن را به نام مریض خود نگیره و باز نباره به بازار آزاد را سیا نکنه و نفروشه به قیمت گزاف 4,000 و 5,000. در هر حالتش تا وجدان اجتماعی بیدار نشوه، بله، در قسمت احتکار اکسیژن دولت به تنهایی قادر بر مدیریت از موضوع نیست. یک، موضوع بازار آزاد هست. دوم، تعداد مردم میان به نام مریض میگیرن. خب تا چی اندازه ارگان های امنیتی میتونن هر فرد را تعقیب بکنن که بالون اکسیژن گرفت، آیا برد به خانه خود به خاطر مریض خود یا اینکه برد به فروش رسوند؟ یک چیز ناممکن است. دکتر صاحب، اینا میخوام بپرسم که حالا افزایش ویروس کرونا بخصوص موج سوم زیاد شده، ما شاهد اند بودیم که چیگونه بود. حالا بالاخره شما میگین که هیچ مردم افغانستان توجه نمیکنه. ما در یک گزارش دقیق دیدیم که فقط 30% مردم افغانستان کرونا رو جدی گرفتن، 70% دیگه هیچ اصلا جدی نگرفتن کرونا رو. اند آمد از قوه قهریه استفاده کرد، بالاخره وقتی دیدن که نمیشه مردم جدی نمیگیره، اومدن یک کاری کردن. حالا فکر میکنین که یک کمک اگر ما جدی تر باشیم، بالاخره مردم افغانستان خب هیچ کس توجه نمیکنه، ما به یک فاجعه میریم. از رسانه ها گفتین، در خبرنامه اومده، در روزنامه ها اومده، کلا پیامایتون خیلی زیاد بوده، اما مردم توجه نکرده خیلی ها. بالاخره یک از ما هم تبلیغ میکنیم بدون شک. یک موضوعی که بسیار مهم است، ما وقتی یک محدودیت را وضع میکنیم یا یک موضوعی را میخوایم مطرح کنیم در کشور چون افغانستان، بر علاوه از اینکه بعد صحتش هم ببینیم، باید ابعاد مختلف قضیه را در نظر بگیریم. استفاده از قوه قهریه در این مقطع از زمان که جنگ در اکثریت ولایت افغانستان به شدت جریان داره، شاید در صورتی که ما پیشنهاد بکنیم، موضوع مطمئنا توسط حکومت افغانستان تایید میشه. در او شک وجود نداره، به دلیل از اینکه جناب رئیس جمهور همه روزه میگن که ساینس باید تصمیم بگیره، علم باید تصمیم بگیره، افراد نباید تصمیم بگیرن. در صورت پیشنهاد ما مطمئنن که حکومتی را قبول میکنه. ولی بین اگر یک مقدار فکر بکنیم، آیا دخیل ساختن قوه قهریه، نیروهای امنیتی در بازار و در اوضاعی که آتش جنگ به شدت برافروخته است، ما را به مشکل کلانتر مواجه نمیسازه؟ آیا او عده از نیروهای امنیتی ما که در سنگرهای جنگ میجنگن، به کمبود مسلکان خود و به کمبود همکاران خود مواجه نمیشن؟ این بحث است که ما در سکتور صحت عامه افغانستان تصور داریم، ولی این به این معنا نیست که ما بگوییم هیچ زمان این کار را نخواد کردیم. اگر تعداد واقعات ما به سرعتی که فعلا در حال افزایش است، بدون شک که خیلی زیاد میشه، که بسیار زیاد است، مطمئنا که ما این پیشنهاد را خود کردیم، مطمئنا که از قوه قهریه هم استفاده خواهد شد. سلامت، تشکر که آمدین به برنامه ما. تشکر. سلامت باشین، بخیر باشین، دستگیر شد. بله، وقفه داریم و بعد از وقفه برمیگردیم، با ما باشین.
بشه.